سلام، با 180 ثانیه دوشنبه 15 بهمن ماه همراه ما باشید. گزارش ها حاکی از آن است که پوریا سپهوند فعال محیط زیست بازداشت شده است. در این حال با تایید بازداشت موقت پروین محمدی، نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، وی به زندان اوین منتقل شد. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به مشکلات غیر قابل جبران در اصلویه و مس سرچشمه کرمان گفت مس این منطقه سبب شده تا شعاع 80 کیلومتری تمام موجودات زنده حیات وحش سقط جنین کنند و عمر مردم اصلویه 9 سال کمتر شده است. مالباختگان سایت و مؤسسه سکه سامن در تجمعی مقابل دادستانی کل کشور در تهران خواستار صدور دستور بازپرداخت وجوه توقیف شده از متهمان به خود شدند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته است کشورهای اروپایی برای اجرای اینستکس دو شرط عجیب گذاشتند، یکی اینکه ایران به FATF بپیوندد و دیگر آنکه در زمینه موشکی وارد مذاکره شود. لازم است این کشورها بدانند که جمهوری اسلامی به هیچ وجه این شروط تحقیرآمیز را نخواهد پذیرفت. مالباختگان کاسپیان در تهران پس از ناامیدی از دریافت پاسخ از سوی مسئولین بانکی کشور امروز در اعتراض به عدم تشکیل دادگاه برای پیگیری شکایت‌هایشان راهپیمایی اعتراضی بر علیه قوه قضاییه برپا کردند. 15 بهمن 97 تجمع و راهپیمایی سپردگزاران مجاز کاسپیان از قوه قضاییه به سوی میدان ولیعهد. امروز دوشنبه در شهرستان رشت نیز سپرده‌گذاران کاسپیان در مقابل شعبه این مؤسسه شعار به دست بانک مرکزی غارت ملی شدیم سر دادند. دوشنبه 15 بهمن ماه 1397 تجمع کنندگان کاسپیان سخنگوی ترزا می گفت این کشور امکان تحریم ونزوئلا را به منظور بازگرداندن صلح و دموکراسی به این کشور بررسی می کند. در این حال خوان گوایدو گفت در تلاش است حمایت دولت ایتالیا را جلب کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان به امارات متحده عربی سفر کرده است. سفر پاپ فرانسیس به امارات متحده عربی نخستین سفر یک پاپ به شبه جزیره عربستان مهد دین اسلام است.